سومین گرده همایی فوتبال برای دوستی آخر هفته گذشته در برلین برگزار شد. شرکت گازپروم روسیه برگزار کننده این نشست بین‌المللی بود که هدف از آن ترویج ارزش‌های انسانی و کمک به رشد و شکوفایی ورزش در بین جوانان عنوان شده. در این دوره از رقابت‌ها ورزشکاران جوان 24 کشور در مستطیل سبز پا به توپ شدند. ویچسلاف کوریپنکوف، مدیر شرکت گازپروم در آلمان، درباره آینده این پروژه چنین توضیح می‌دهد. در واقع ما هیچ محدودیتی برای جذب کشورهای جدید نداریم. با توجه به اینکه روسیه میزبان جام جهانی 2018 است، امیدواریم و حتی دوست داریم که کشورهایی که در بازی‌های جام جهانی شرکت می‌کنند، در مسابقات ما هم حضور داشته باشند. всех представителей из стран, которые участвуют в чемпионате мира. فرانس بکنباور، اسطوره فوتبال آلمان، سفیر پروژه فوتبال برای دوستی است. او با اشاره به رسوایی‌های جدید در فدراسیون بین‌المللی فوتبال، شرایط این ورزش را اسفناک می‌خواند. خبرهای منفی زیادی درباره فوتبال به گوش می‌رسد و این ورزش دوران سختی را پشت سر می‌گذارد. امیدوارم به سرعت این شرایط تغییر یابد. امیدوارم راه حلی پیدا کنیم و این اتفاقات دیگر تکرار نشود. مطمئنم راه حلی پیدا می‌کنیم، زیرا فوتبال در شرایط اسفناکی است. جدا از رقابت در زمین چمن، 308 فوتبالیست نوجوان و جوانی که در این برنامه شرکت کردند، شانس گرفتن امضا و عکس یادگاری با بازیکنان بوندسلیگا را نیز به دست آوردند. دوران جوانیم و زمانی را که همسن این ورزشکاران بودم یادم می آید. عاشق شرکت در چنین مسابقاتی بودم. آنها در اینجا لذت می برند و من هم با دیدن آنها خوشحال می شدم. فینال مسابقات فوتبال خیابانی بین نوجوانان 12 تا 14 سال در مقابل دروازه تاریخی براندنبورگ برگزار شد. اولیویرا هرزوگ، دروازه‌بان زوریخ، از تجربه بازی با پسران میگوید. فرقی ندارد، برای من بازی با پسران و ادغام در تیم سخت نبود. شاید در تیم‌های دیگر با مشکل روبرو می‌شدم، ولی شرایط با این تیم خوب بود. امیدوارم در این تیم بمانم و در مسابقات دیگری نیز شرکت کنم. برای نخستین بار در این گرده همایی جایزه هم به فعالترین باشگاه ورزشی در زمینه کمک‌های اجتماعی به نوجوانان و جوانان اهدا شد. باشگاه بارسلون این جایزه را هم از آن خود کرد تا نشان دهد که نه تنها در فوتبال حرفه‌ای، بلکه در عرصه‌های دیگر نیز می‌تواند الگو باشد. Good. Excellent.